انتشارات شرکت تعاونی نشریات کارگران خارجی در اتحاد جماهیر شوروی که در دهه 60 میلادی با نام پروگرس به شهرت جهانی رسید، فعالیت خود را از سال 1310 به عنوان یک نهاد غیر دولتی آغاز کرد. این انتشارات در آغاز فعالیت خود متعلق به کومینترن یا اتحادیه احزاب کمونیست جهان بود. نام این انتشارات تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی تا سال 1370، چندین بار تغییر کرد. این انتشارات بعد از انحلال کومینترن تحت کنترل دولت قرار گرفت، ولی همه ساله فعالیت‌های خود را در چهار عرصه اصلی ترجمه آثار نظریه پردازان مارکسیسم لنینیسم، تهیه و چاپ کتب درسی و روشنگری با موضوع آشنایی با نظریه مارکسیسم لنینیسم، ترجمه آثار نویسندگان روس و شوروی به زبان‌های خارجی و همچنین ترجمه آثار نویسندگان خارجی به زبان روسی گسترش داد. در سال 1297، ماکسیم گورکی یکی از بلند پروازانه ترین طرح‌های روشنسازی کشور و شاید جهان را مطرح کرد. به نظر این ادیب و فعال سیاسی، ادبیات بهترین و ساده ترین راه برای اصلاح اخلاق و پرورش روحی مردم کشور بود. به اعتقاد گورکی، انسان جدید باید به تمام شاهکارهای ادبیات جهان دسترسی داشته باشد تا بعد از یک روز کاری در کارخانه یا مزرعه و برگشتن به خانه، بتواند آثار شکسپیر، هومر یا فردوسی را خوانده و به عمق اندیشه های این مشاهیر ادبیات جهان پی ببرد. انتشارات گورکی به علت شرایط حاکم بر کشور، جنگ‌های داخلی و بحران شدید اقتصادی قادر به تحقق برنامه‌هایی که ارائه داده بود نشد و تا سال 1303 فقط 220 عنوان کتاب را به چاپ رساند. ولی این انتشارات در طول عمر کوتاهش به کانون شکل‌گیری مکتب ترجمه شوروی تبدیل شد و ترجمه کتبی را به یک حرفه واقعی و نیاز ایدئولوژیک شوروی مبدل ساخت. آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که اتحاد شوروی نسبت به نیاز مبرم خود به ترجمه آگاه بود. ترجمه به زبان روسی با این هدف انجام می گرفت که از طریق آشناسازی مخاطب عام با ایده ها و اندیشه های بنامترین متفکران و نویسندگان جهان و همچنین آگاه سازی مردم نسبت به وضعیت تأسف برانگیز طبقه کارگر در جوامع سرمایه داری یک انسان جدید شکل بگیرد. و ترجمه از زبان روسی به زبانهای خارجی در جهت استحکام ایدئولوژی احزاب کمونیستی در کشورهای خارجی و نمایش چهره‌ای مثبت از اتحاد جماهیر شوروی در عرصه بین‌المللی انجام می‌گرفت. برای آنکه فرایند ترجمه منظم شده و سامان یابد، اتحاد جماهیر شوروی نیازمند نهادی بود که فعالیت‌های مترجمان زبان‌های گوناگون را نهادینه کرده و مدیریت آن را تسهیل سازد. برای رسیدن به این هدف، در سال 1310 شرکت تعاونی نشریات کارگران خارجی تأسیس شد. عمده فعالیت این شرکت که نام آن در سال 1317 به انتشارات زبان‌های خارجی تغییر یافت، ترجمه و نشر کتاب به زبان‌های غربی بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، زبان‌های شرقی بیشتر مورد توجه آنها قرار گرفت. انتشارات زبان‌های خارجی در سال 1327 تحت نظر مؤسسه انتشارات دولتی قرار گرفت و از آن پس واژه دولتی به نام آن اضافه شد. در سال 1328 بخش زبان فارسی برای اولین بار و به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بخش عربی افغانی راه اندازی شد. قبل از این هم کتاب‌هایی به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده بود، اما با تأسیس بخش زبان فارسی به ریاست تقیوف، کنسول سابق شوروی در تبریز، فرایند ترجمه سامان یافت و رونق تازه‌ای گرفت. انتشارات پروگرس در سال 1343 با تلفیق انتشارات دولتی زبانهای خارجی و انتشارات ادبیات خارجه و انشعاب انتشارات میر که به منظور چاپ کتابهای علمی و فنی بنیانگذاری شده بود فعالیت خود را آغاز کرد. ترجمه کتابهای ایدئولوژیک و ادبیات داستانی به زبان فارسی بر عهده بخش عربی آفریقایی به ریاست الکساندر سامردونیتسکی متخصص زبان عربی بود. بخش عربی آفریقایی در سال 1355 به دو بخش مستقل آفریقایی و عربی شامل زبانهای فارسی، دری و پشتو تقسیم شد و
با شروع جنگ افغانستان و اهمیت تولید کتاب به زبانهای فارسی و دری از سال 1359 بخش فارسی افغانی از بخش عربی جدا شد. برای بنگاه نشریات پروگرس کتاب پیش از فروپاشی شوروی سالانه 10 میلیون نسخه کتاب را به 51 زبان خارجی منتشر می‌کرد و تعداد کارمندان آن به 940 نفر رسیده بود. مشکلات مالی و عدم حمایت دولت به منزله کوچک شدن حجم کار، کاهش توان تولید و تغییر در رویکرد انتخاب متن و انتشار کتاب بود. به گونه ای که پروگرس در سال 1370 ترجمه و تولید کتاب به 47 زبان را متوقف کرد، اکثر کارمندان را اخراج کرد و سیاست‌های انتشار کتاب‌های عامه پسند را در دستور کار خود قرار داد. این بنگاه در سال 1370 به سه انتشارات مستقل تقسیم شد که اکنون تنها یکی از آنها فعال است. انتشاراتی به نام پروگرس ترادیتسیا که به نشر کتاب‌های علمی و آموزشی، کتاب‌های مرجع تاریخی، فرهنگ و هنر و همچنین ادبیات داستانی و شعر اختصاص دارد. ولی روابط پیچیده سیاسی و بازار مخاطبین ایرانی برای پروگرس که در سالهای درخشان فعالیتش در تلاش بود تا اطلاعاتی دقیق و درست از دستاوردهای تاریخی سوسیالیسم واقعی، سیاستهای سلجوگانه حزب کمونیست اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی را به گوش مخاطب خارجی برساند، سرنوشت دیگری را رقم زد. علاوه بر این که مشخص بود صادرات کتب ایدئولوژیک پروگرس پس از کودتای 1332 و با کنترل شدید ساواک و حکومتی با پیوندهای فراوان با غرب و گرایش‌های غیر کمونیستی تقریبا ناممکن است، بازار کتاب ایران هم به فروش کتاب‌های ایدئولوژیک پروگرس روی خوشی نشان نمی‌داد. پس پروگرس برخلاف بسیاری از پایگاه‌های فروش دیگرش در کشورهای دیگر، در ایران حضوری کمتر ایدئولوژیک را تجربه کرد. کتاب‌های صادراتی پروگرس به ایران بیشتر رمان‌ها، کتاب‌های نوجوانان و کودکان را شامل می‌شدند. کتاب‌هایی که موجب آشنایی گسترده مخاطبین ایرانی با ادبیات کلاسیک و معاصر آن سال‌های روس شدند. کتاب‌هایی که به سختی و به صورت غیر مستقیم در تلاش بودند در پس لایه‌ها و استعاره‌ها یا با انتخاب موضوع و شرح جغرافیا و اهداف شخصیت‌های داستان‌هایشان هم امکان حضور در بازار ایران را به دست آورند و هم مخاطب ایرانی را به نحوی با ارزش‌ها و منش تفکر سرخ آشنا سازند. کتاب سرخ، بخش تصویری دومین مرحله از نمایشگاه کاغذ سرخ با نمایش مجموعه کتاب‌های پروگرس در تلاش است پس از گذشت نزدیک به 3 دهه از فروپاشی شوروی و پایان کار این بنگاه بزرگ نشریاتی، مخاطبین امروز ایرانی را با دستاوردها و ابزار صادرات فرهنگی ایشان روبرو کند، تا شاید این بازبینی فرصتی باشد برای درک و یادآوری بهتر میزان تأثیرگذاری پروگرس بر جامعه فرهنگی فارسی زبان.